بیماری قارچی گیاه ها. کیه که تا حالا باش درگیر نشده باشه؟ حالا من توی این ویدیو میخوام روش قارچکشی اصولی رو براتون توضیح بدم با چیزی که داخل سایت هاست کاملا متفاوته روش خودمه و قراره بهتون بگم که از چه قارچکشی کی برای گیاه استفاده کنین و در نهایت جوری قارچکشی انجام بدین که به گیاهتون کمترین آسیب برسه. من تو ویدیو قبلی کامل براتون در مورد بیماری قارچی توضیح دادم که علتش چیه، چیکار کنیم که از بیماری قارچی پیشگیری کنیم، قارچکش استفاده کنیم نکنیم، اینا رو کامل براتون توضیح دادم. اما امروز قراره فقط در مورد روش قارچکشی گیاه‌ها براتون توضیح بدم. اولین قدم اینه که شما اصلا با بیماری قارچی تا حدی آشنا باشید. وقتی یه گیاهی درگیر بیماری قارچی میشه، یا رشدش متوقف میشه، یا خیلی بد رشد میکنه، خیلی کند میشه، یا اصلا برگای جدیدی که میده خیلی دفورمن و خب اون شادابی و سرحالی سابق رو نداره و بعدش روی برگا یه سری لکه به وجود میاد، لکه زرد، قهوه‌ای و کلن گیاه شادابیشو از دست میده. بیاین روی گیاه ها بهتون توضیح بدم چون بیماری قارچی هر گیاه با هم دیگه متفاوته. این برگ گیاه ها ببینین، این قسمتش لک افتاده، این قسمت هم همینطور، باز یکم که بیاین اینجا میبینین این قسمت هم لک افتاده. وقتی دو تا سه تا برگ درگیر میشه و دقیقا لکه ها عین هم دیگه است، یعنی اینکه گیاه درگیر بیماری قارچیه. یا مثلا اینجا رو ببینین، این برگ درگیر بیماریه، این دقیقا باز همین لکه داره. یا مثلا اینو ببین، روی ساقه و روی برگا یه گرد سفید رنگ پاشیده شده که اینم بیماری قارچیه و بهش سفیدک سطحی میگن. این از تشخیص بیماری قارچی، تا همین حد هم بدونین خیلی میتونه شما رو جلو بندازه تو تشخیص بیماری. اما اگر دیدین یه گیاهی درگیر بیماری قارچی شد، بهتره اون گیاهو از بقیه جدا کنین. درسته مثل آفت نیست، اما جدا کنین ریسک این که بقیه گیاها بیمار بشن خیلی میاد پایین. حالا برسیم به سومین قدم، اونم اینه که شما اصلا علت قارچی شدن گیاهیتون رو پیدا کنین. الان درسته شناسایی کردین که یه گیاهی درگیر بیماریه، حالا علتش چی بوده، شرایطش چی بوده، گلدونش بد بوده، خاکش بد بوده، نورش کم بوده، رطوبتش زیاد بوده، کدومه؟ علت اصلیش رو پیدا کنین و بعدش اصلاح کنین، تازه میتونین قارچکشی انجام بدین. اگر شرایط اصلاح نشه، شما هر چقدر قارچکش استفاده کنین هیچ فایده ای نداره، گیاهتون حالش خوب نمیشه. مثلا یه همچین گیاهی رو ببینین، برگاش زرد، قشنگ علائم بیماری قارچی رو داره نشون میده، اما علت اصلی از کجاست؟ از خاک این گیاهه. خاکش به شدت بده، خیس مونده و ریشه ها درگیر بیماری قارچی شدن که این شکلی برگا زرد و آبکی شده. حالا تو این روش باید چیکار کنیم؟ الان هر چقدر برای این گیاه قارچکش استفاده کنیم فایده نداره. باید گیاه از داخل خاک در بیاریم، ریشه ها رو جدا کنیم، مطمئنا ریشه پوسیده داره، اونا رو کامل جدا میکنیم و براش قارچکش اسپری میکنیم. به ریشه گیاه که قارچکش اسپری کردیم، میتونین اولین آبیاری هم با قارچکش انجام بدیم. توی این شرایط وقتی ریشه ها قارچی میشن، این کار رو انجام بدین کافیه، معمولا دیگه پیشروی نمی کنن. پس حتما حواستون به خاک و گلدون باشه و علت اصلی رو پیدا کنیم. توی ویدیو قبلی خیلی کامل در مورد علت قارچی شدن گیاه ها براتون توضیح دادم. حالا بعضی وقتا هم هست که گیاه درگیر لکه برگیه، مثلا روی برگاش یه سری لکه به وجود میاد و میبینین که گیاه از لحاظ ریشه مشکلی نداره و تو این شرایط باید قارچکش استفاده کنیم. حالا یه چیزی میخوام براتون توضیح بدم که داخل سایت ها نیست و واقعا اینو خودم تجربه کردم، اونم اینه که شما اصلا یه گیاه دارین که حساسه، مثل بنجامین، مثل فیکوس، مثل کروتون، اینجور گیاه ها، و این گیاه ها درگیر بیماری قارچی شدن. توی این شرایط شما اگر بیاین قارچکش براش استفاده کنین آسیب میبینه. چرا؟ چون یه تنش بیماری رو داره، شما بیاین یه تنش قارچکش هم بهش بدین، ممکنه که نتونه خودشو درمان کنه و خیلی دیر این اتفاق بیفته، یا اینکه مثلا یه مدت رشدش متوقف بشه. برای اینکه گیاهتون توی این مرحله کمترین آسیب ممکن بهش برسه، میتونین یک دوره براش آمینو اسید استفاده کنین. اگر میبینین حالش خوب نیست، اون آمینو اسید کمک میکنه که از اون شوک یه کمی در بیاد. بیماری همچنان ادامه داره ها، نمیگم
بیماری درمان میشه نه، اما از اون شوکی کم کم میشه، میتونین چند روز بعد دوره قارچ کشی و برگیا شروع کنین. مثلا این بنجامینی که اینجا میبینین، من وقتی خریدمش درگیر بیماری قارچی بود، کلی از برگاش لکه میافتاد و همینجور پیشروی میکرد، رشد که اصلا نداشت، برگریزی شدیدم داشت. تو این شرایط دیدم اگر بخوام براش قارچ کش استفاده کنم ممکنه از بین بره. اومدم یک دوره براش آمینو اسید اسپری کردم، گذاشتم یک کمی حالش بهتر بشه، برگریزیش یک کمی کم شد و بعد از اون شروع کردم دوره قارچ کشی و شروع کردن. چقدر شروع کردن گفتم؟ آره خلاصه اگر میومدم کلی براش قارچ کش استفاده میکردم، ممکن بود یا اینکه نتونه درست درمان بشه یا اینکه روند درمانش خیلی طولانی بشه، که با اون یک دور آمینو اسید سریعتر برگشت و قارچ کشی هم که موثر بود. حالا الان یک گیاهی درگیر بیماری قارچی شده، دوره قارچ کشی چجوریه و چند روز یه بار باید برای گیاه قارچ کش استفاده کنیم؟ کلا دوره قارچ کشی گیاها 3 دور است که هر 7 روز یک بار تا 3 بار تکرار میشه، هم اسپری هم آبیاری جفتش با هم. مثلا شما روز شنبه شروع میکنین، هم اسپری میکنین هم آبیاری میکنین، و وقتی که شما دارین برای گیاه قارچ کش اسپری میکنین، حتما حتما تهویه رو ببرین بالا، یعنی پنجره رو کامل باز کنین که اون خیس موندن برگ خودش باعث تشدید بیماری نشه. حالا کاری که خودم انجام میدم اینه که همیشه من حواسم به گیاه هست، اگر یک کمی درگیر بیماری قارچی بشن سریع دوره قارچ کشی رو برای گیاه شروع میکنم، هم اسپری هم آبیاری جفتش با هم. میذارم یه چند وقت بگذره، اگر دم باز یکی دو تا برگ درگیر بیماری قارچی شدن، دومین دوره قارچ کشم استفاده میکنم، باز هم اسپری هم آبیاری. اما بعد از دوره دوم معمولا میبینم که بیماری قارچی متوقف شده، قشنگ تمام برگا رو زیر نظر دارم و میبینم که دیگه برگی درگیر نشده و گیاه شروع کرده به رشد کردن. توی اون شرایط دیگه سومین دوره قارچ کشی رو استفاده نمیکنم، که این دیگه بستگی به شرط نگهداری داره، ممکنه که گیاه شما خیلی درگیر بیماری شده باشه و احتیاج داره که اون 3 دور قارچ کشی رو براش انجام بدین. و اینو بهتون بگم، هر چقدر قارچ کش برای گیاه کمتر استفاده کنین براش بهتره. حالا از چه قارچ کشی استفاده کنیم؟ میدونم که معمولا 3 تا قارچ کش هستش که قطعا به گوشتون هم خورده. یکیش مانکوزب کاربندازیمه و اپرودیون کاربندازیم. و توی یه سری از شرایط باید از این قارچ کشا استفاده کنین. حالا چه شرایطی؟ اگر شما کسی هستین که خیلی حواستون به گل و گیاهاتون هست، اگر تو مراحل اولیه متوجه شدین که گیاه درگیر بیماری قارچی شده و مثلا یه چند تا لک دیدین، سریع میایین قارچ کش استفاده میکنین، و اگر تو مراحل اولیه باشه با قارچ کش مانکوزب یا کاربندازی میتونین درمانش کنین. اما اگر یه گیاهی به دستتون رسید یا یکی از گیاهاتون بیمار شد که بیماری خیلی پیشروی کرده بود و دیدین که اصلا ممکنه نشه با قارچ کش معمولی درمانش کرد، میایین از قارچ کش ترکیبی استفاده میکنین، یعنی اپرودیون کار بندازین. قارچ کش ترکیبی قوی تره و خب برای بیماریایی استفاده میشه که خیلی گیاه درگیر شده. برای سفیدک سطحی هم از این قارچ کش استفاده کنین، نتیجه بهتری میگیرین. بخوام یه جنبندی براتون بکنم، اول علتشو پیدا کنین، بعدش اصلاح کنین و بعدش قارچ کشی انجام بدین. مطمئنم اگر این کار رو انجام بدین به گیاهتون کمترین آسیب وارد میشه، و بعد از اینکه قارچ کشی انجام دادین حتما وقتی دیدین گیاهتون حالش خوبه حتما شروع کنین به کوددهی. اولین آبیاری هم با هیونیک اسید بدین که کمک میکنه که خاک تا حدی اصلاح بشه و اثر اون سم تا حدی از بین بره. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه، ازش استفاده کنین. اگر براتون مفید بوده لایکتون نره، و من همیشه داخل کانالم از شرط نگهداری گیاها، بیماریشون، تکثیرشون کلی پست میذارم و کلی پست در مورد گل و گیاه دارم. اگر به گل و گیاه علاقه دارین، مطمئنم کانال من خیلی میتونه براتون مفید باشه. و تا ویدیوی بعدی، فعلا خدافظ.